ما اگر یک مشکلی داریم در فکر هارون خود باشیم حضرت موسی علیه السلام مشکلی داشت گلش که اینه که یک سخنور خوب نبود حالا چون که سخنور خوب نبود دیگه نرفت یه گوشه خودش رو بندازه که آقا من نمیتونم نه خیر از خداش دعا کرد و از خدا خواست که هارون اخی اشدد بهی ازری هارون رو با من بفرست خدایا که یک هم همراه من باشه و به من قوت قلب بده و اشرک فی امری با من شریک مسیرش بذار که اینو که کثیرا و نذکر که کثیرا که تسبیح تو رو به نحو احسن انجام بدیم وظایفی که به ما میدی به نحو احسن انجام بدیم در مسیری که مسیر رضایت و رسیدن به الله متعال دست در دست هم دوشمی خب اگر شما یک نقطه ضعفی دارید یک موردی دارید چرا دنبال هارونت نمیگردی چرا سعی نمی کنی افرادی دور خود جمع بکنی که با اونها اون نقطه ضعفی که شما دارید با اون نقطه ضعف اونها شما اون رو کامل بکنید اون شما رو کامل بکنه و بدین این صورت اصلا مسیر رو ادامه بدید و بشید انسانهای بسیار مبتکر و جالب یعنی تصاویری که هست که خیلی زیباست وقتی میبینی که در عزیزان جماعت تبلیغ یک بند خدایی هست شله و یک بند خدایی هست کور اینها با هم جماعت تبلیغ میرن اون کوره شله رو که چشم داره رو کولش سوار میکنه شله با چشماشو میده به کوره کوره پاشو میده به شله و مسیر رو میرند و دو, دو تا آدم تکامل پیدا میکنند دو هم یکی میشن و یک قدرت خارقلاده یعنی به این صورت دنبال حارونت باشه دنبال اون کسی بود که به مسیر رو با شما و در کنار شما پیش ببره و بتونید یک توانمندی های خودتون رو رشد بدید و در جامعه حرفی برای گفتن داشته باشید کسی باشید در جامعه شما ببینید افرادی که بعد شما میسازید چه ها میشن اثری که شما در جامعه میسازید چی میشه شما ببینید شخصیتی مثل حضرت عثمان حضرت عثمان زنورین کسی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و وقتی که در حالت اورژانسی تبوک بود و نیاز به کمک بود عثمان اومد 400 هزار درهم داد 40 هزار دینار و پیامبر اکرم صلی الله علیه و فرمودند که ما در عثمان بعد شی بعد از این مردانگی عثمان دیگه عثمان چه سفید از جانب خداش دریافت کرده مجده بهشت گرفته قبل از اون پیانبر گفتن که هر کسی چاه روما رو بخره بهشت داره عثمان خریدش وقفش کرد برای مسلمان ها عثمان با این بزرگی عثمانی که امیرالمومنین میشه عثمانی که زنورین هست پیانبر دو تا از دختراش رو به به ازدواج عثمان در آورده این عثمانی که به این جایگاه و این مکانت داره کل این عثمان میبینید که یک یکی از خیرهای ابوبکر است ابوبکری که باعث شده بود عثمان بیاد مسلمون بشه عثمان الان در صحیفه اعمال ابوبکر عثمانی که تا به امروز تا به امروز ما مؤسسه هایی داریم که از مال اموال اوقاف عثمان اداره میشه یا تا به امروز عثمان یک میلیونره و فعالیت هاش فعالیت های انسانیش و خدمت به مردم و مراکزی که به اسم به با پول عثمان تا به امروز میچرخه وجود داره حساب های بانکی که مال عثمان هست و پروس های به بازرگانی که برای به اسم عثمان از پول عثمان هست و فایده اش به نیازمندان و کارهای اعمال خیریه میره تا به امروز جریان داریم این عثمان یکی از خیرهای عبو بکر است یعنی هر که از ما نگاه کنه دوربرش که عثمان من کیه من آیا باعث شدم که یک کسی رو بیارم به اون مرحله از رشد برسونم که یک عثمان بشه کمکش کنم برای فهم درک شعور فعالیت های دینی فعالیت های انسان دوستانه خدمت به خلق و یک شخصیت بشه در میدان تبابت در میدان نمیدونم خدمت به خلق در شیوه های مختلفی که جامعه نیاز داره در مال و ثروت در همه شیوه هایی که جامعه ما همچنین افرادی رو بساختن که بگم مثلا فلانی عثمان منه اون نتیجه اون زحمت هایی هست که من کشیدم باید این رو مد نظر داشته باشیم نشیم مثل اون افرادی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گذاشت سر به سر کوه تیراندازا وقتی که غنیمت رو دیدن یادشون رفت که مسئولیت چیه خیر عزیز من ما رو پیانبر گذاشته روی کوی تیراندازا ما مسئولیت داریم که برای جهش جامعه بشری فعال باشیم وجود داشته باشیم اینجا دیگه نشه که پشیزی از مال دنیا ما رو به, به طرف خودش بکشونه و ما سر دست پا من گم بکنیم و گم بشیم نه ما باید این رو مد نظرمون داشته باشیم که ما مسئولیت های بسیار بزرگی داریم این مسئولیت های بزرگ یعنی شما ببینید توی خلقت خداوند مطلق چقدر انسان ها هست چقدر انسان ها رو الان مثلا شما یکی از دو نیم میلیارد مسلمون یکی هستید اما خداوند متعال از شما میخواد که یک ستاره درخشان باشه در همین دو نیم میلیارد مسلمون شما یک کسی بود که وزنی برای خودت داشته باشیم